همکارم بابک ساقی از تل آویو ما را همراهی میکنه تا از جزئیات و واکنش ها در داخل اسرائیل به این خبر نسبت به این خبر به ما بگه. در ابتدا دقایقی پیش واکنش وزارت خارجه اسرائیل در رابطه با خبر حکم اعدام مهدی بهمن بیرون اومد در بیانیه که در هم توییتر و هم شبکه‌های اجتماعی وزارت خارجه اومده. در این توییت نوشته شده که در ایران شما را می توانند به خاطر زن بودن، دانشجو بودن، کودک بودن و حتی دگر باش بودن اعدام کنند. مهدی بهمن نیز نویسنده ایرانی که مدافع گفتگوی ادیان بود، تنها برای اینکه با یک خبرگزاری اسرائیلی مصاحبه کرده به اعدام محکوم شده و در آخر طی محکومیت این تصمیم جمهوری اسلامی ایران برای اعدام مهدی بهمن، وزارت خارجه اسرائیل گفته که نباید او را تنها بذاریم و باید این خبر را در جهان پخش بکنیم. رسانه‌های اسرائیلی هم از صبح امروز، تقریبا تمامی رسانه‌ها، من شاید 20 رسانه اسرائیلی را چک کردم که خبر حکم اعدام مهدی بهمن را در اونجا نوشتن و به نقش شهروندانی در ایران پرداختن که به جای خبرنگارانی که اجازه فعال یا در داخل ایران را ندارن، جای اونها با رسانه ها مصاحبه میکنن، فیلم میگیرن، عکس میفرستن تا وضعیت ایران را نشون بدن. بسیاری از رسانه ها با شگفت زدگی به این حکم اعدام نگاه کردن و باورشون نمیشد که میتوانن یک نفر را به خاطر مصاحبه اعدام بکنن. مهدی بهمن پنجشنبه 21 مهر ما همانطوری که گفتیم ساعت 1 بامداد نیروهای امنیتی وارد خانه او میشن و به عنوان اعتراضات سراسری او را بازداشت میکنند و سپس تماس کوتاهی با خانوادهش میگیره و میگوید که در بند 209 زندان اوین هستش. مهدی بهمن باید گفتش که از نزدیکان آیت الله خلع لباس شده و منتقد رژیم عبدالحمید معصومی تهرانی هستش که او هم چند روز پس از مهدی بهمن دستگیر و در اوین نگهداری میشه. در حال حاضر مهدی بهمن 20 سال در حوزه همزیستی ادیان فعالیت کرده بود. او قسمت‌های از تورات، زبور، انجیل و عذرا را تذهیب کرده بود و حتی برای کتابخانه‌هایی در اسرائیل و در ایالات متحده فرستاده بود. دادگاه او 3 دی در شعبه 28 دادگاه انقلاب برگزار شده و کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان نوشته که این نویسنده حق وکیل داشتن را نداشته و او دلیل اصلی او جاسوسی برای اسرائیل به دلیل مصاحبه با شبکه 13 تلویزیون اسرائیل بوده. البته باید گفتش که شبکه 13 نبوده، او درست در اواسط اعتراضات و تظاهرات سراسری بوده، 2 ماه پیش با کانال 12 اسرائیل یک مصاحبه کرده بود و او حاضر نشده بود که چهره‌اش و صداش را عوض بکنن. او گفته بود که من در مقابل دشمنانم با چهره و صدای خودم خواهد ایستاد و با چهره‌ای باز از حق مردم ایران برای به دست آوردن آزادی سخن گفته بود. مهدی بهمن در جلسه دادگاه همانطوری که گفتم حق داشتن وکیل را نداشته. در بیانیه‌ای که در گزارش دادبان اومده که اتهام جاسوسی و ارتباط با اسرائیل علیه مهدی بهمن کاملا جعلی و واهی است، او چیزی نداشته که بخواد به اسرائیل بده، اطلاعاتی نداشته و صرفا به خاطر مصاحبه با یک رسانه دستگیر شده و به حکم اعدام براش اومده. از توضیحاتت ممنونم همکارم بابک ساقی که از تل آویو اسرائیل با ما همراهی می‌کردیم.